با سلام عرض ادب، خسته نباشید خدمت تمامی دوستان و همراهان چنل هیر فارمینگ. امروز در خدمتتون هستیم با گلمه جیری درخت انگور. به شما معروف در ابعاد 40 سانت و همزمان چه گلم جیری رو انجام میدیم، عمل پیوند رو هم بتونیم روی این گلم ها انجام بدیم. ابتدا برای گلم جیری درخت انگور نیاز به یک شاخه رویشی یک ساله داریم. خب اول از همه بخش های زائد شاخه رو حذف میکنیم، مثل همین. بعد از یک نقطه شاخه که به اندازه 40 سانت باشه دوچار شکستگی آفت، مثل همین چه مشاهده میکنید، آفت سفیدکه درخت انگور یا صدمه دیدیجی نباشه انتخاب میکنیم و خمیدیجی هم نداشته باشه. از در نقطه بالایی گلمه از اینجا چه مشاهده میکنید به صورت قریب کات میزنیم، درست بالای زبانه، و در قسمت انتهایی و پایینی درخت درست از بالای چشم انتهایی کات میکنیم. به یک گلمه 3 سانتی به دست میاریم. باید اول از همه بخش های پایینی این روش که الان گفتم خدمتتون میتونید با این هم ریشه زایی خوبی خواهد داشت، شما از این قسمت کات بزنید و هم همیشه میتونید تشخیص بدید چه زوانه آخری و انتهایی قسمت بالایی گلمه انگور شما هستش. و در ادامه کار قسمت های پایینی زوانه های قسمت های پایینی رو در میاریم. تا دو زبانی انتهایی همه زبانه ها رو در میاریم و با مچوت بر به صورت سطحی از روی تنه بر میداریم. در ادامه کار برای اینکه ریشه زایی خوبی داشته باشه در قسمت انتهایی پایانی پایینی درخت گلمه 4 یا 3 تا شیار برای عمل ریشه زایی انجام میدیم. و در قسمت میانی 3 الی 4 شیار نسبتاً عمیق ایجاد میکنیم تا گلمه ما از قسمت انتهایی و قسمت میانی ریشه زایی خوبی داشته باشه و تا این قسمت در خاک میمونه تا عمل ریشه زایی روی این قسمت انجام بشه. خب حالا شما اگه رقمی که مد نظرتون هست گلمه رو از خود همون رقم تهیه کردین، خب نیازی به پیوند نیست و همینجوری میتونید انتقالش بدین به خاک بعد از گذراندن مراحل سرمادهی و جوان زنی که در ویدیوی قبلی توضیح داده بودیم و این قسمت بالا هم لینکشو میذاریم. ولی اگه تعداد گلمه های شما محدود هستش و میخواین عمل پیوندزنی رو روی بقیه گلمه ها انجام بدید، میتونید با این روش عمل پیوندزنی رو هم روی گلمه هاتون انجام بدید. خب در نظر داشته باشین شما این یه شاخه ای هستش که آوردیم برای عمل پیوندزنی از قسمت بالایی شاخه. از قسمت بالایی شاخه همینجوری چون مشاهده میکنید به صورت
دوری کات میزنیم و پیوندش رو خارج میکنیم. این پیوندش ما هستش. و در قسمت بالایی قلمه همین شیار رو همین زاد میکنیم. و پیوندچی رو که تهیه کردیم در محل پیوند قرار میدیم و چفت میکنیم. خب تا این قسمت میمونه زیر خاک. شما الان با عمل پیوندزنی سه تا جوانه برای رشد در طول سال رشد قلمه دارید. خب در ماه های اولیه بعد از جوانه زدن جوانه های اول و سوم رو حذف نکنید، چون ممکنه تحت هر شرایطی پیوندش زبانه پیوندش از بین بره تحت شرایط آب و هوایی و وجود عوامل خارجی. بعد از این که کلمه رو پیوندش رو در محل خودش جای گذاری کردیم، من از لایلون فریزر استفاده میکنیم. میتونید از باندهای پیوند که در اکثر سموم کشاورزی و لوازم کشاورزی پیدا میشن هم استفاده کنید. من خودم همیشه از این نایلون فریزر استفاده میکنم. صورت خیلی آروم میتونید پیوندش رو روی قلمه ثابت کنید و در آخر هم یه جیره بزنیم تا ثابت بشه. همچنین شما مشاهده میکنید الان این پیوندش روی قلمه ثابت هستش و میتونید طی 20 ماه 20 ببخشید 20 روز توی آب این قلمه رو نگه دارید تا زبان زنی شروع بشه، بعد هم انتقال به خاک بدید. یا میتونید به صورت وارونه در داخل جعبه ها بذارید و با استفاده از خاک اره بتونید این قلمه ها رو ریشه دار کنید و بعد به خاک انتقال بدید. دوستان ممنون که تا اینجای ویدیو با ما بودید. ممنون. خب دوستان این هم انتهای کار هستش. 3 یا 4 شیار انتهای قلمه، 2 تا 3 یا 4 شیار میان وسط قلمه و این هم پیوندش و پیوند هستش روی قلمه انجام دادیم. اینم تمام کار.